این حرکت گسترده پاکسازی در دانشگاه ها تجدید همون انقلاب فرهنگی اول انقلاب به نظر میرسه، البته با قدرت و حجم بیشتر. آیا فکر میکنید با این حجم از پاکسازی حکومت میتونه پایه های خودش رو مستحکم کنه؟ بله، درود به شما و همه بینندگان. ببینید، واقعیت این هست که جمهوری اسلامی نظامی هست که از لحظه تأسیسش میشه اون رو به نوعی یک نظام سیاسی دانشگاه ستیز دونست. شما نگاه کنید اظهارات بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی رو که چقدر در مورد دانشگاه همیشه صحبت‌های منفی داشتن و یا افراد دیگه‌ای که در حکومت بودن. وقتی می‌بینیم از همون ابتدا هم شروعی که دارن در واقع به نوعی با انقلاب فرهنگی هست، تو انقلاب فرهنگی میان بخش زیادی از اساتید رو از دانشگاه‌ها اخراج می‌کنن، تصفیه می‌کنن، همینطور دانشجویان رو و رویه‌هایی تعریف می‌کنن مثل گزینش، که این گزینش حالا هم در مورد دانشجویان و به طور خاص در مورد اساتید خیلی سفت و سخت همیشه انجام شده. سعی از ورود هر کسی که ممکنه زاویه ایدئولوژیک یا سیاسی داشته باشه با مطلوب حکومت به عنوان یک عضو هیئت علمی به دانشگاه ها جلوگیری بکنن، هرچند که به هر حال به دلیل ذات دانشگاه چندان موفق نشدن. تو دوره های مختلف یه مقدار کم و زیاد شده این قضیه، گاهی اوقات یه مقداری برخوردها آرومتر بوده، یه مقداری شدیدتر شده. فکر میکنم الان ما در دورانی هستیم که خیلی شدت گرفته اخباری که به دست میرسه و یه دلیل اصلیش حالا علاوه بر سلیقه‌ای که کارگزاران اجرایی فعلی دارن در دولت رئیسی، یه بخشش هم برای به خاطر جنبش سال قبل هست. در سال گذشته جمهوری اسلامی با این واقعیت روبرو شد که دانشگاه و دانشگاهیان کاملا متفاوت از اون مطلوب حکومت و اون الگوی زیست مورد نظر حکومت هستن و کاملا این پتانسیل دارن که در برابر حکومت قرار بگیرن و این رو به اونها به وحشت انداخت. سعی میکنن برای با ابزارهای سرکوب از یه طرف کسانی که الان هستن رو مهار بکنن، از یه طرف حالا اینکه حالا افرادی رو که مورد نظرشون هست، مورد تایید هست، بفرستن به داخل دانشگاه ها به عنوان استاد. احتمال زیاد اینا کسانی خواهند بود که در تمام مراحل تحصیلشون حالا یا با سهمیه وارد دانشگاه شدن یا با دوپینگ هایی تونستن درسشون رو ادامه بدن و تموم بکنن و مشخصا سطح علمی بالایی نخواهند داشت که یک فاجعه رو میتونه رقم بزنه. مثلا من الان میخوام اشاره بکنم به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. یه صحبت‌های اخیراً از آقایی به نام صادق کوشکی اومد که استاد این دانشگاه و عضو دانشکده و عضو هیئت علمی هستن. شما وقتی پیشینه این دانشکده رو نگاه می‌کنید که چه اساتیدی داشته، چه بزرگانی بودن، امثال دهخدا، امثال فروغی، امثال کاتوزیان و غیره، و می‌بینید از اونجا رسیده به کسی که واقعاً متأسفانه باید گفت یک فرد لومپن است. این فرد شده حالا عضو هیئت علمی. ببینید حالا چه اتفاقی خواهد افتاد در تمام دانشگاه‌های کشور. البته من این رو باز اضافه کنم، به دلیل ذات دانشگاه بخش زیادی از همین افرادی که حکومت وارد دانشگاه خواهد کرد به عنوان عضو هیئت علمی، چند سالی که بگذره احتمالاً اونها هم خودشون خانوادهشون ممکنه تغییر ذائقه بدن و تا حدی تغییر بکنن. یعنی ذات دانشگاه همسو با مدرنیته است و مهار شده این نیست در نهایت از طرف حکومت. آقای عربشاهی، شما اشاره کردید که جمهوری اسلامی از ابتدا با دانشگاه مشکل داشت. جمهوری اسلامی تو بسیاری از عرصه‌ها به نوعی داره علم زدایی میکنه. مثلا در مورد پزشکان هشدار داده میشه که کیفیت آموزش داره میاد پایین ولی همچنان سهمیه‌ها رو دارن میبرن بالا. در زمینه روانشناسی همونطور که قبلش اشاره کردم، روانشناسان سوء استفاده حکومت دارن شکایت میکنن. در آموزش و پرورش طلبه‌ها رو به عنوان معلم و دبیر دارن استخدام میکنن. توی این میون فرار نخبگان از کشور ظاهرا هیچ اهمیتی برای حکومت نداره. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه به کجا ببره جریان آموزش رو؟ بله، واقعیت اینه که توی این چند سال هم توی که گفتم خیلی روندها تشدید شده، به ویژه حالا اون چیزی که میشه اسمش رو گذاشت یک نوعی مقابله با علم، یک نوعی علم ستیزی که در مسئولین حکومت میبینیم. تلاش سازمان یافته حتی برای ترویج شبه علم یا برای ترویج اون چیزی که خرافات هست در حوزه‌های مختلف میبینیم. به عنوان مثال طب اسلامی رو دارن سعی میکنن روش کار بکنن که اصلا هیچ، شاید بشه گفت اون بنیانهای علمی درش وجود نداره. خیلی خیلی این روندها خطرناکه، چه در پزشکی، چه در روانشناسی که شما اشاره کردید، یا در آموزش پرورش میبینیم که دارن سعی میکنن مدام روحانیون رو به داخل مدارس بفرستن. میگم تصورشون این هستش که اگر جامعه، اگر نسل جدید با اونها مشکل داره و زاویه داره، به خاطر این هستش که نیومدن مثلا دوره‌های آموزشی رو اونطوری که میخوان تنظیم بکنن. ولی واقعیت
چنین نیستش. و از طرف دیگه این روندها انقدر داره خطرناک میشه، اشاره کردیم به اون بحران خروج از کشور نخبگان، نگاه میکنیم چقدر پزشک، چقدر پرستار، چقدر مهندس اینا داره از کشور خارج میشه، کسایی که برای سرمایه های ایران هستن و باید در ایران حفظ بشن. واقعیت اینه که اگر قرار بود دشمنان ایران داشته باشه و این دشمنان بخوان یه نقشه راهی رو ترسیم بکنن که چطوری ایران و ایرانی رو نابود بکنن، دقیقاً باید گام به گام همین مراحلی رو میرفتن که جمهوری اسلامی داره طی میکنه. و تنها چیزی که میشه گفت این است که امیدوارم مردم بتونن به نوع این روند رو متوقف بکنن و جلوی این روندی که تخریب ایران و ایرانی رو و فرهنگ ایران رو در پی داره رو بتونن در واقع بگیرن، جلوش رو بگیرن.